من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این هفته هم مثل هفته گذشته ما با قلبی شکسته عزادار هموطنان عزیزمون در آبادان هستیم. موضوعی که ما در ابتدای برنامه هفته قبل هم بهش اشاره کردیم، اما خب خادمین ملت تا همین 3-4 روز پیش هنوز خبردار نشده بودن، چون همونطور که میدونید بین نقاط مختلف جهان همیشه یه مقدار اختلاف زمانی وجود داره. الان اینجا شبه ولی یه جای دیگه دنیا روزه و طبیعیه که وقتی یه ساختمون تو آبادان میریزه رو سر مردم، مسئولین از اون در تهران یه کوچولو طول بکشه تا بفهمن. هیئت دولت ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های داغ دیده، فردا یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام می‌نماید. باز خدا پدر دولت قبلی رو بیامرزه که خبرها با 24 ساعت تأخیر بهش می‌رسیدن. این دولت انقلابی نه که تمام مدت سرش تو ماتحت مردمه تا بخواد در بیاره ببینه کجا چی شده، خودش چند روز زمان می‌بره. البته باز یه هفته تأخیر خوبه، اگه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نبودن اینا احتمالاً تازه الان واسه یه زلزله بم عزای عمومی اعلام کرده بودن. کسانی که انتقاد می‌کردن که چرا عزای عمومی اعلام نمیشه، در جریان باشن که برای پلاسکو 3 روز و برای کشتی سانچی 9 روز بعد از حادثه عزا اعلام شد. معمولاً وقتی اعلام میشه که دیگه امیدی به زنده بودن افراد نباشه. آره بابا، اصلا چه عجله‌ای، چی شده مگه؟ حالا اگه مرحوم مخفور هنرمند بزرگ عرصه سینما جورج فلوید فقید هم قاطی کسانی بود که زیر آوار مونده بودن، اون موقع به دلیل موجهی که داشتن بلافاصله اعضای عمومی را اعلام میکردن. اما الان مهندس شهبازی با سابقه 30 سال ساختمانسازی گفته که از نظر مهندسی ممکنه یه برج به اون عظمت بریزه ولی خون از دماغ کسی نیاد. ماجرای این شخص آنجا سر زبانها میافتد که ادعا میکند 30 ساعت زیر آوار مانده، اما به تدریج تصاویری منتشر میشود که آقای زیر آوار مانده را در حال کمک به نیروهای امدادی نشان میدهد. حالا خودشون همین گزارش رو درست کردن ها؟ حتی ما از این ماجراها زیاد داشتیم همیشه. ماجرای شوگرددی بیچاره‌ای که مردم جهیزیه یه دخترش آتیش زدن. ماجرای بلال فروش کله سحرخیزی که صدای انفجار رو تکذیب می‌کرد. ماجرای دختر بچه‌ای که با 2 گیگ اینترنت رایگان باردار شده بود و کلی شعر دیگه از این داستان‌های علمی تخیلی. ولی خب متأسفانه این یکی گندش زیاد در اومده بود دیگه. به نظرم برای اعلام عزای عمومی تعداد فوتی‌ها باید به عدد مشخصی برسه. خب پس لطفاً از این به بعدم تا یه پیرمرد 98 ساله در قم بر اثر کهولت سن از دنیا میره عزای عمومی اعلام نکنید، اجازه بدید به یه عدد خاص برسه و کل حوزه علمی منقرض بشن، بعد پیام تسلیت بگید. وقتی خانواده ها هنوز امیدوارن عزیزاشون زنده باشن، چطور انتظار دارین دولت همون روز اول عزای عمومی اعلام کنه یا مسئولین تسلیت بگن؟ نه بابا، اصلا کسی از مسئولین انتظار ابراز همدردی نداره دیگه، تهش میخواد بیاد لنگاشو باز کنه بگه من همیشه اینجوری میشینم. بعدم این بیچارا مگه همزمان چند تا کارو میتونن انجام بدن؟ یه دستشون که بند جرایی کردن اقتصاد و صیانت کردن از اینترنت و سیسمونی خریدن واسه نوه هاشونه، یه دستشون هم که بند لشکرکشی واسه سرودخانی توی ورزشگاه آزادی و از این کلک بازی هاست. دیگه با کجاشون مملکت رو اداره کنن؟